به نام خداوند بخشاینده و مهربان، بیننده های عزیز بدخشان میدیا سلام بر شما. امیدوار هستم که دارای صحت کامل باشین و همچنان زندگی به مراد دل هر یکتان بچرخه. و شما که بیننده ما هستین و همو را گزارش های ما را تعقیب میکنین، خیلی تشکر و سپاسگزار از شما هستیم. ما هم به خاطر شما هموطنان عزیز تلاش میکنیم و باز هم در یکی از برنامه های مستمندان قرار داریم و در کنار فامیلی هستیم که روزای قبل هم ما برنامه داشتیم. شما هم بیننده گزارش ما هستین. امیدوارم عزیزای ما که بیننده هستین، شما میتونین که به فامیل دوباره کمک کنین تا بتونیم که تداوی رامین جان کنیم. رامین جان یکی از طفلای معصوم است که مدتی 3 سال یا 4 سال میشه که به یکی از مشکلات مواجه است و یکی از مریضه هایی داره که متاسفانه ناعلاج است. پیش چقدر دکترها رفتن و تمام دار و ندار زندگی را اینا مصرف کردن، اما متاسفانه که کسی درد و علاج و مشکلش را نفهمید. گفتن که به مرور زمان که رامین جان بزرگ شد این درد گم میشه، اما چقدر گم هم که شوه اما بسیار مشکل است برای رامین جان، بسیار سخت تمام میشه و نمیتونه که هم درست ثبت کنه و نان سعی بخره، خوابی درست کنه، خیلی مشکل است. بازم در کنار مادر جانشون هستیم و روزای قبل ما برنامه داشتیم، بی بی جان بود که همراهشون صحبت میکنیم، اما متاسفانه که وضعیت بی بی جان خوب نبود، اونا همه رفتن شفاخانه. خواستیم که همراه مادرشون صحبت کنیم، مادرشون هم که واقعا تمام زندگیش در خدمت بچهشون بوده که وضعیتشون هم خوب نبوده، خدمت اینا رو کرده، خداوند اجرش هم نصیب کنه. چیال داری مادر جان، خوب هستین؟ زنده و سلامت باشین. شما خوب هستین؟ تشکر، زنده باشین. چی رقم است رامین جان وضعیتش؟ چی رقم است که شما تمام روز همراه رامین جان هستین؟ چی رقم است وضعیتش بهتر شده؟ نه بیادر، وضعیت رامین جان چندان خوب نیست. رامین جان یک مریضی داره که علاج نداره، پیش چندین دکترها بردیم گفتن به مرور زمان خوب میشه. نان شخدش خورده نمیتونه، سعی دگشته نمیتونه، در زبانش میبره، در سرش، در تمام اعضای بدنش میبره. واقعا خیلی مشکل است. فکر کنم که یگانه بچه ایتون است. یک بچه دارم، من نمی یک بچه دارم. چقدر رنج میکشی که ایراده ای وضعیت میبینی؟ بسیار زیاد رنج میکشم. بیا در وقتی که اندیوالاش در کوچه بازی میکنه، روزایید میشه میایم میگم مادر اونو میروانید گشتگ، میگم من نمیتونم، میگم میبینم رنج میبرم. آدم رنج نمیبره بیا در اندیوالاش در کوچه بازی میکنه. خیلی سخت است بیننده عزیز که ای را به وضعیت ببینه. کس قطعش بازی میکنه؟ نه میبینم یکان جایی که میبرم، وقتی که بازار میبرم، روز بازار بردادم قطعیم رفتاد، یک زنه که نزدیکش پسرش بود دست شکش کرد این طرف، بیا فکر کرد که این ساریستم بچسبش در هر جاییم که میرم، هر کس که میبینم میگه الله ای را ببین، میگه ای چی کردم، میگه الله ای را ببین چی کردم. هر جایی که میبرم یک کلاره یا دسترش میکنم، یکان چیز که میپوشانم که دست پاش نتوا که همین مردم چیز نکنه. ای را پیش دکترها بردین، شما قطعشان بودین، چی گفتن دکترها؟ دکترها میگه خیلی جور میشه، میگه به مرور زمان، میگه به تداوی دوامدار ضرورت داره، هر چی داره نداره که داشتیم سودا کردیم تداوی کردیم، یک بار جور میشه پس میبینی که امیره قم اوت کرد. ای باز همین دانایی که میبره یه بسیار کلان است؟ بسیار کلان کلان میشه، این شکل سوختگی و ریقی قولا میزن، کلی جای بدنش تر میشه دیگه، در لباسش، در تمام جاش خوم، جای خوش همین رقم. یک وقتی قصه هم کرده بودین، فکر کنم که را از آتا پخته می بردین مزار. بله آن اولایی که گرفته بودش بسیار وضعیتش خراب بود، دمه اینی پخته گرفته بردادیم که ده تا چسبیده بود پخته را خطا کرده، به یک مشکلات های پخته را که ای جانش خطا میکردیم بیادر پخته جانش خون می آمد، بسیار وضعیتش خراب بود. با این کالاش در جانش نمیچسبه؟ میچسبید بیادر، کالاش در جانش میچسبید، یک مشکلات کالاش از جانش خطا میکنیم، ما وجوش گرم میکردیم در جانش میریختیم، باز کالاش که چی میشد باز کالاش خطا میکنیم، پوستی جانش قد کالا میخیست. خیلی درد آور است، مشکل است. از خاطر رامین جان شما بگین جای رفتن میتونین، به کاری رسیده میتونین. فکر کنم به خاطر رامین جان شما از خوشی و تمام چیزی گذشتین، مثلا در یک عروسی و شادی و تو چیزا شرکت هم کردن نمیتونین؟ نه بیادر، گفتم یک بازار که بردم یک زنکه دیدم، یه هر کس که میبینه طفلش های دور میکنه که ساریست همه چیز و دیگه در عروسی و اینا هیچ رفتن نمیتونین به خاطر رامین. خیلی درد آور است بیننده عزیز، وضعیتشون هم خیلی چی بگم دیگه، گاهی جور میشه و گاهی خراب میشه. از زمانی که جور میشه همه خوشحال است که دیگه نمیبره، پس همون جایی که
جور شده باز دوباره میبرایم. بله یا نه، یه جایی که جور میشه دوباره دیگه میبرایم، اصلا وقتش نمیته. کجا بردین ایره را اونجا؟ مزار بردیم، بیادر کابل بردیم، قندز بردیم، هر دکتری که گفتن بردیم، ملایی کردیم، دکتری کردیم، هر چی که کردیم بیادر ایره هیچ فایده نکد، ایلا چه فایده نکدیم. اما هر کس که هر چیزی گفت رفتن امروی یک بار امتحان کردیم. کمپیری گفتن کردیم، امی هر کس هر چیزی که می بود می گفت ما می رفتیم امرو را تقیم می کردیم بیدیم جور می شد. ایتی وقت شد که کاملا جان جور شده باشه؟ یگان وقت جور می شد، پس نمی رقم جور می شد، پوست تازه می شد، بازه یمو جا دیگه می برایه. من از ارتان استاد و سابق خوبتر شد یا که بدتر؟ خوب است، یک قدر خوبی زیادم نشده، مقصد خوب است. اما بسیار لاغرش کده فکر کنم. بله، یک قدر ضعیفش کده، اگه است که پای درد میشه شوا پام گفته گریان میکنه. چی رقم از وضعیت اقتصادی تان پدر نمیکنه که ایره به خارج کشور ببرین؟ نه بیادر، وضعیت اقتصادی یک اولی داشتم در گیره و رم گیره و در سر من باز کراش ما 2000 در کرا میشینیم، کرا رم در سر من بار شده دیگه، یک قدر گیره وشه قدر دیگه کراش دیگه چیزی نداریم که رامینه به یک طرف انتقال بده. ما دعا میکنیم که خداوند رامین جان شفایاب کنه بیننده عزیز. یم از آمدن ما فکر کنیم که یک نیم سال میشه در که میایم این طرف. بله یک نیم سال میشه که رامین جان در می حالت است. ما دعا میکنیم بخیر که رامین جان شفایاب شوه و روزی شوه که بیم بخیر در خدا خانواده خوشی را ببینیم. باز به خصوص که دمی خانه یک بچه باشه و رم توته جیگر یک نفر دیگه، اگر این دی وضعیت باشه خیلی مشکل است. همتون ما در از هموطنان ما خواهش میکنم که دستی فامیل بگیره تا به کشور خارج ما بتاریم که حداقل به این پاکستان انتقالش بدیم که همین وضعیت رامین جان از یک سر خوبتر شود که همین هم دمی خانه امید و آرزوی همه این فامیل است و خانه ای که دمی جا زندگی میکنن یه اصل از دمی خودشان بود را گیره و کردن باز دوباره بالای خودتان کیرا میشینن که مای 2000 چقدر وقت میشه که کیرا خانه هم نداده مادر جان؟ یک سال زیادتر میشه کیرا ندادیم. یک سال زیادتر خیلی مشکل است. چی رقم از مرد خانه روزی چقدر پیدا میکنم؟ خیلی نمی یک 200-300 کار کنه بیادر امی روزگار خلاص نمیشه، همی خرچ روزگار میشه. یک سه دوایی بایره چند روز بعد باز میرین دوا میگیرین؟ نمی دواش خلاص، یک هفته بعد یک ماه بعد دکتری هست، یک ماه بعد دوا میته، یک هفته بعد دوا میته. خب یا خداوند مهربان است، ما دعا میکنیم که بخیر خداوند شفایاب کنه رامین جانه و تشکر از دو برادرمون که پول روان کردن و ضیا سنجری هم که مبلغ 20000 افغانی روان کردن. هم یکی از برادرای ما هستن که همواره کمکایش دوامدار بوده به بدخشان میدیا. خیلی تشکر میکنم از اینکه خودت همواره با ما همکار هست. خداوند خیر دو دنیا و آخرت نصیب شما بگردانه و خیلی تشکری بازم میکنم از طریق همین کامره ما و برادر دیگر ما که ما به نام برادرمون محمد رازق که پول دریافت کردیم، فکر کنم از یکی از مادرای من بودن که پول روان کردن، اما ما به نام محمد رازق دریافت کردیم و نفهمیدیم که ما به نام خود مادر جان بگیم یا به نام محمد رازق. بازم که همین روان کردن نیت کردن روان کردن برای ما دریافت کردیم. خداوند مادر جان و رازق جان هم که خیر بوده که یکی از اعضای فامیل چون هستن سلامت باشن که به ما مبلغ 11000 افغانی هم روان کردن که مجبور میشه 31000 افغانی که ما به این فامیل تقدیم میکنیم و منتظر کمک های دوامدار شما ما هستیم که این پولا ذخیره شود و بتونیم که رامین جان به یکی از کشورهای همسایه بفرستیم و اندکی مشکلشان رفع شود و پولا حساب میکنم. تمرین میکنم که پیسه حساب کردن زودتر یاد بگیرم. این هم مادر جان پولیس که روان کردن برادر مان و در پایان هم
اگر کدام گفتنی داری از بیننده ایمان تقاضای کمک داری، باز هم بلی رامین جان کمک کنن، میتونی که به بیننده ایمان بگوی. تشکر ای کسانی که به رامین پول فرستادن، خداوند ارزش در دنیا و آخرت نصیبشان کنن. کسانی که به رامین جان کمک میکنن، خداوند خیری دنیا و آخرت بتشان. خدا جان زنده باشین، سلامت باشین مادر جان. ما هم پل ارتباطی میان فقرا و شما بیننده عزیز هستیم، قطره قطره دریا. و همچنان گاهی میگه خداوند میخواید که با دست شما دست دیگری بنده شه بگیره. باز هم منتظر کمک هایتان هستیم. شما رو بر سوی ما ظاهر میشه. وقت بخیر، خدا نگهدار.